سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت، ژنو، مقر اروپایی ملل متحد، 19 سپتامبر 2013، 28 شهریور 92. 52 نفر در ده شکر در حمله وحشیانه نیروهای عراقی به اشرف قتل رسیدند. برخی در حالی که دستهاشون از پشت بسته بود و برخی از اونها در کلینیک کمپ در انتظار مداوا بودند که با تیر خلاص اعدام شدند. این صحنه هست از مجروحینی که در کلینیک اشرف بودند، جمع شده بودند تا مداوا بشن. نیروهای نوری مالکی وارد کلینیک شدند و یکی یکی اونها رو تیر خلاص زدند. و یا این صحنه‌ای هست که از 52 مجاهدی که اونها رو اغلب دست بسته اعدام کردند و در واقع یک قتل عام جمعی بود. بعد اینجا بهتون بگم که ساعت‌ها فیلم با موبایل و دوربین از هجوم نیروهای مالکی و عوامل رژیم ایران در اشرف وجود داره. من شخصا تلفنی با تعدادی از شهود که باقی موندن صحبت کردم و یکی از خواستهای ما از دولت عراق اینه که هرچه سریعتر موبایل و دوربین ها و فیلم هایی که از دست شهدا و مجروحان در اشرف ربوده شده آزاد کنن و به ما برگردونن، برای اینکه اونها بالاترین اسناد جنایت علیه بشریت در اول سپتامبر در اشرف هستن. این یک جنایت علیه بشریته و آمران و عاملان آن باید در مقابل عدالت قرار بگیرند. قربانیان افراد حفاظت شده تحت کمیسیون 4 ژنو و به تصریح کمیساریای عالی پناهندگان پناهجو و برخوردار از حفاظت‌های بین‌المللی بودند. نیروهای عراقی 7 نفر رو بودند و الان ما هیچ خبری از اونها نداریم، یعنی رسما دولت عراق اعلام نمی‌کنه. سازمان ملل در مقابل این گروگان‌ها مسئوله و دولت آمریکا همچنین در قبال اونها مسئولیت داره. امروز اونها در عراق در معرض استرداد به فاشیسم دینی حاکم بر ایران و همچنین شکنجه و اعدامند.